یه بیقراری عمیق در من هست، یک ناآرومی، و تنها موقعی که من به آرامش میرسم یا در یه سفر هست که خیلی حالم خیلی خوب میشه، سفری که خودم برونم، یا اینکه یکی از نقاشیام به هر شکلی جواب میده که من خودم رو تکیه بدم به دیوار تو کارگاهم و یه سیگاری روشن کنم و بگم که بکشم بگم شد. اینو نمیتونم تو به هیچ تعریفی در بیارمش. من نمیتونم بگم که نقاشی من بیرون از منه. این بیقراری یکی دوتا مؤلفه نیست که من الان بیام بگم این یک مؤلفه، این دو مؤلفه، این سه مؤلفه، من به این دلیل بیقرارم. اینو نمیتونم بگم. ولی آشوبه در من. حتی اخیرا دارم فکر میکنم که حتی دارم اخیرا مچ خودم یه جاهایی میگیرم. بر همینه که بهتون گفتم من فصلی کار میکنم. من تا توی ذهنم به قرار نرسم، اینی که موقع اجرا من چقدر دست و دلم باز خواهد بود و چقدر راحت کارام اجرا خواهم کرد، اون یه بحث دیگه است که حرفه‌ایه. ولی تا موضوع پیدا نکنم، تا این بیقراری در خودم به دو نوع یا حلش کنم و بشینم کارهای آبرنگ خیلی هرچه که یه بلبل میزنه که دیگه اخیرا دیگه در من اتفاق نمیفته، منم یه تاچ قلمو بزنم، یا اینکه بشینم این بیقراری رو تخلیه کنم روی بوم. به این فکر میکنم که آیا مسائل روزمره زندگی، آیا اینکه کسی پشت سرم بوق میزنه و من عصبانی میشم، آیا اینکه تهران ترافیکش زیاده، آیا اینکه مثلا شهرهایی که من اینقدر دوست داشتم دارن درب داغون میشه، اینا باعث میشه که من بیقرار بشم، میتونه یکی از این مؤلفه ها باشه. اینه که من در رابطه با زناشویی، بچه‌ام، زندگیم، اینا اون آدم موفقی که میخواستم نشدم، میتونه یکی از این مؤلفه ها باشه. اینه که مثلا میرم یه معماری که شوش دانیال، چوغا زنبیل، 20 سال پیش رفتم اینا این چوغا زنبیل عالیه، درجه یکی که الان میرم شده تبدیل به یک جای توریستی احمقانه ای که حداقل از نظر بصری هم درست نمیتونم ببینمش، یا این که میرم مثلا مسجد امام اصفهان، یکی از زیباترین اونه که تو واستی تو این وسط صحنه مسجد امام اصفهان و نگاه کنی به کل این معماری، بعد میبینی پر از داربستهای فلزیه و یه چیزای دیگه داره، اینا هم یه بخشی از ناآرامی من است. ولی دارم اینو میگم که من نقاشی هستم که آره اینا هزاران مؤلفه میتونم تعریف کنم، ولی من نقاشی هستم که دیگه از این گذار و گذرا گذشتم که اینا باعث بشه کار من تلخ یا روشن بشه. من ورای این قصه ها من خودم رو یک خشخاش کوچیکی میبینم که در این عظمت هستی دارم زندگی میکنم با یه سری داده هایی که از آمده برای من. اگه توی هند باشم باز همینجوری نقاشی خواهم کرد، توی اروپا، چین، هر جای دیگه، ولی من الان اینجا تهران هستم، الان اینجا دارم زندگی میکنم. من نقاش متاسفانه یا خوشبختانه یه جورایی خودم رو کشیدم بیرون از کره زمین، بیرون از کره زمین، و به خودم دارم فکر میکنم و ادامه حیات خودم، که این تیر نخجیریه که اجداد من بلوکهای گذشته با دست کشیدن و پرتاب کردن، این بالاخره یه جونی داره میره به جای تق میخوره به زمین. ترجیح من برای اینه که در 55 سالگی بخوره زمین، در 86 سالگی حداقل سن پدرم بخوره زمین. باور کنین شبی نیست که از فرط فکر و خیال و توهم نمیگم، جستجو در روز گذشتن در رابطه با نقاشی از خواب نپرم. حالا چی چیزی اجداد من به من دادن؟ مسلمه که بابای من که یتیم بوده که تعریف میکنه، میگه وقتی من 7 سالگی تناب کردم به کمر برادرم که از من کوچیکتر بود و فرستادم تو چاک چا بکنه برای یک قرون یا دشی که خرج روزمرگی، میگفت چشاش پر اشک شد. گفتم برادر منم چاره ندارم، ما باید بریم دو متر دیگه این چاه رو بکنیم بریم پایین. اون بابای منم پر از سوال بود. تا
اواخری که من نگهداری ازش میکردم دائم میگفت چطور میشه که اینجور میشه، چرا اینجوریه، چرا اونجوریه، چرا دنیا یکجوریه، با لهجه یزدی هم صحبت میکرد و همش سوال 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 سوال. یه مقدار سوالای پدر، یه مقدار خونی که از این پدر بالاخره در رگهای من بوده و یک مقداری هم حادثه زمانه. من فکر میکنم که خیلی خودآگاهانه این قضیه نیست، یعنی خیلی خیلی خود آدم نقش بر این داستان نداره که بره و جستجو کنه، یک جایی راهی که آدمو میبره. کتاب دارین، خرچنگ‌های بلوری، میشه راجعش یه خورده توضیح بدید؟ خرچنگ بلوری کتابی بود که من قصد نوشتنشو نداشتم، خود علیدشتی قصد نوشتنشو انگار داشت، چون با رفتنش اینقدر احساس کردم که فشار اومد روم و فکر میکردم من یک سال بعد از این نهایتاً زنده خواهم بود. الان که دارم نگاه میکنم اینم 17 سال گذشت. این کتاب خرچنگ بلوری، من سالگرد اول فوت علیدشتی رو تو همون حال هوایی داشتم از خاطراتم با علی و اینا و زندگی، یک سری کارهای آبستری بسیار بسیار که یک اکسپرسیون خشنی هم توش بود ساختم و کل اون مجموعه رو تو هر 4 تا سالن فرهنگ سالن یاوران به نمایش گذاشتم سال اول فوتش. یه متنی هم نوشتم که گذاشتم که از یه شعر بلوچی وام گرفتم که وقتی که معنیش اون شعر بلوچی اینجوریه که وقتی شبها ماه کامل هست شما یک کسایی رو یاد کنید. چند سال بعدش فکر می‌کنم من دیگه چند سال بعد دیگه من با کنار اومدم با این بعد از گذاشتن اون نمایشگاه، من کماکان نقاشی رو ادامه دادم، نمایش‌های بعدی هم حتی گذاشتم، ولی از یه جایی فکر کردم در من یک وظیفه وجود داره که یه چیزی بنویسم راجع به، چون خود علی هم دست به نوشته خیلی خوب داشت، خیلی خوب می‌نوشت، خیلی و هر روزش رو می‌نوشت. خرچنگ‌های بلوری رو از یک پاییز شروع کردم و همونجور که تو خود کتاب نوشتم فکر می‌کنم خود کتاب گویایی هست که این چجوری شکل گرفت و به یک پاییزم اینجا ختم شد، اینجایی که نشستم و وقتی که آخرین قلمو گذاشتم زمین دیدم شد مثل یه نقاشی دیگه، مثل یه تابلوی نقاشی بهش فکر کردم. هیچ ادعای عجیب غریبی تو نویسندگی ندارم. احساسون راجع به سایر هنرها مثل موسیقی چیه؟ اگر خدا این غریزه موسیقی من داده بود هرگز دست به نقاشی نمیزدم، چون من بالاتر از موسیقی در هستی چیزی رو نمیبینم. خیلی اگه بخوایم سمبولیک و قشنگ بگیم، همین خود طبیعت، موسیقی که در طبیعت تا سازهایی که هست و همیشه این قبل رو دارم، قبل یعنی قصه، این قصه ای که چرا من یه ساز رو نتونستم از عهده زدنش بر بیام. قوالی موسیقی که همیشه توی فضای کارگاهیم یه جورایی باید باشه یا بعضی موسیقی های تاجیکستان، افغانستان، قدیمیاش، نه این جدیدا، و یه وقتایی هم موسیقی های کلاسیکی که هیچ زیرنویسی دیگه نمیخواد. شما توی نقاش ها کدوم نقاش شما به وحش میاره؟ من همیشه به ماتیس احترام میذارم، همیشه، نه به خاطر یه دوره تحت تاثیر نقاشی شرقه، و رنوار رو خیلی دوست دارم، مخصوصا که دیگه وقتی که دستش هم سخت میشه بازم ورز میده دستشو و یک حریمی از تقدس پشت سرش هست رنوار، و چطور یه بشر میتونه مثل داوینچی باشه، مثل کاراواجو باشه، چطور، یعنی چه عواملی دست هم میده که همزمانی که گلادیاتور داره درست میشه، بشر گلادیاتور داره سر هم دیگر میبرن، یه همچین مجسمه سازی، یک همچین نقاشی و این توانمندی.
بهترین توصیه‌ای که بهم شده که هر از گاهی بهش رجوع می‌کنم از آدمای مختلف بود. یکی پدرم بود که میگه بابا اینقدر حرف نزن و کار کن. یک توصیه برادرم کرد که بعدش هم فوت کرد، این تقریبا وصیتش به من بود، تنها وصیتش به من بود که با مردم مهربون باش، مهربانی کن. کسی مقصر نیست که تو مصطفی دشتی هستی و نقاشی، اونا مقصر نیستن، تو وظیفه‌ای در قبال اونا داری. این حرف خیلی روم تاثیر گذاشت. حالا فرض کنیم که در 12 تا دانشجو درس نشستن، میخوام بهشون یه توصیه بکنه بر اساس تجربیاتتون. تنها معلمتون نگاه دقیق به جهان بیرونه در هنرهای تجسمی. یعنی وقتی داریم به یه میز نگاه میکنین، پرسپکتیوش هم ببینین، متریالش هم ببینین. وقتی به انسان نگاه میکنین، ببینین حالتش چجوریه، چه فرمتی گرفته. نگاه دقیق. و هیچ معلمی براتون وجود نداره، فرض کنین 20 نفرن دیگه، هیچ معلمی براتون وجود نداره جز نگاه دقیق خودتون، که بعد باید برین این نگاه دقیقتون رو آموزش بدین تو آکادمی درست، که امیدوارم تعدادش توی مملکت خیلی زیاد بشه. اگه بخوای خودتون توصیف کنین چی میگین؟ سمبولیک برخورد کنم، اون خرچنگ بلوری نمیم چرش بودش خرچنگ بلوری. من آدمی هم که یه پوسته سختی دارم، برای تو اومدن اون پوسته یه ذره گارد دارم، ولی وقتی میام اون تو لجز و نرم و راحتم، رقیق القلبم و پشت یک چیزی نخوابیدم، جز ذاتم هست. من اگه یک روز تو زندگیم دروغ بگم، امیدوارم اون روز روز بعدی نداشته باشه برام. بزرگترین آرزوتون الان چیه؟ لنگ روزر سیاه. نه شوخی. بزرگترین آرزوم اینه که به زودی کارگاهم پیدا کنم، و چون دیگه واقعا حوصله یه سری تجربیاتی که قبلا داشتم و ندارم، به زودی کارگاهم پیدا کنم و ایده‌ای که تو ذهنم میاد رو به فعل انجام بدم و نمایش بذارم.